وقتی نمیگه السلام علیکم، بعد دکتر معنی السلام علیکم میدونی؟ سلام، صبح بخیر. بعد وقتی تو این حد وقتی من نادان هستم که از قدیم شارخ مسکوب و اینا گفتن و نوشتن و ما یزدان سوگن خیلی چیزا رو من نمیدونستم که سن نوشتن، خب میاد دیگه تو کله ما میگه از چند سال داره میگه آقا نگید سلام، بگو درود. یارو من مسخره میکرد، خب میگه نگو درود. آخه بعد بخ سلام از سلمه میاد، سلمه تسلیما، تسلیم شدنه. اون موقع که اعراب حمله کرده بودن به ما، تو باید تا خود اینا رو میبینی تو خیابون میگه السلام علیکم، یعنی من تسلیم تو هم. حالا که من تسلیم تو هم، بیا تو خونه من، زنم، بچم، خروسم، مرغم، گوسفندم، همه مال تو، من تسلیم تو هم. برای همینه که یک بار این فرمانده چیز میزنه یارو رو تق میکشه و میاد میگه که یارو میگه چرا؟ نه من القیه علیک السلام، میگه کسی که به تو سلام گفت، یعنی گفت من تسلیم، میگه تو اجازه نداری بکشیش که مرد حسابی، چون میزنه یارو بکشه به خاطر گوسفنداش. میگه که به تو گفت تسلیم دیگه، وقتی گفت تسلیم دست بالا تو نباید بکشیش. حالا سلام اینه، تو تا این حد وقتی ما بدبختیم شعور نداریم دیگه، و باید خاک یکسان بشه، باید کشته بشه، وگرنه شما باید از یاد بگیرید. اگه یاد نگیرید یه آدم های علنگی مثل همین دوانی میاد به شما حکومت میکنید. مردی که وقت قبل از اینکه چیز بشه نامزد ریاست جمهوری شد، اتم ایران دست این مردی که بوده، حالا میگه که آقا ما عراق میلیاردها دلار عراق به ایران بدهکاره، یعنی نمیدونم میدونی یا نه، میلیاردها دلار عراق به ایران بدهکاره، از غرامت جنگی بگیر که باید بده به بچهای جانبازی جانبازای ایران، هر کدومشون الان میلیونر باید باشه از اون غرامتی که باید بده نداده. حالا غرامت جای خودش، نفت مجانی، برق مجانی، پولش هم نداده. الان این مرتیکه که میبینید میگه نفت رو، این مرتیکه که میبینید میگه ما اگه برق خودمون هم تو ایران نداشته باشیم ما به عراق برق میدیم، این وقتی که پدر سوخته و تو خبر اصلا داری از اینجا نشستی، چون تو اینا رو بزنیدشون ایرانی.